27 کشته در تظاهرات سنی ها علیه حکومت شیعه در شمال عراق. سقوط شهر به شهر عراق در برابر ماشین جنگی شبه نظامیان سنی. شبه نظامیان سنی شهرها را یکی پس از دیگری تصرف می کنند. بیتابی داوطلبان شیعه برای رفتن به نبرد با داعش. باز پسگیری چند شهر و روستا از پیکارجویان سنی دولت اسلامی شام و عراق. مالکی نخست وزیر با در پیش گرفتن سیاست‌های فرقه گرایانه زمینه را برای موفقیت گروه‌های پیکارجوی سنی فراهم کرده. در سوریه آتش درگیری ها عملا به دعوای اکثریت سنی مذهب با اقلیت شیعه علوی تبدیل شده. جنگ فرقه ای دارد خاورمیانه را تکه تکه می کند. اوج این سفارایی را می توان در سوریه و عراق دید. دو شاخه اسلام یعنی سنی و شیعه در سوریه و عراق به جان هم افتادند. جاهای دیگر منطقه نیز تنش بیشتر و بیشتر می شود. دو فرقه ای که اختلافشان به بیش از 1400 سال پیش برمی گردد. در حالی که در بعضی از کشورهای اسلامی شیعه و سنی درگیر مبارزه خونینند و در ایران سنی ها از تبعیض و پایمال شدن حقشان شکوه می کنند، برگزاری هفته وحدت شیعه و سنی معنا و مفهومی دارد؟ در حالی که این هفته هدفش نزدیک کردن دو مذهب بوده، برخی از ایرانیان سنی مذهب از تبعیضهایی که علیه اونها در جامعه وجود داره گلایه می کنند. امسال در ایران هفته موسوم به هفته وحدت شیعه و سنی در حالی برگزار می شود که در ایران سنی ها از بی‌عدالتی های حکومت شیعه نسبت به خود شاکی اند. در ایران کم نیستند مردم اهل سنتی که معتقدند محرومیت آنان از امکانات و منابع قدرت ناشی از سنی بودنشان است. چرا نظام حکومتی ایران به اهل تسنن بی‌اعتماد است؟ ریشه این بی‌اعتمادی در کجا نشده؟ امروز اونچه که در تبلیغات دشمنان مشاهده می‌شود به طور وضوح نشان می‌دهد که آنها چشم و امید دوختند به جنگ شیعه و سنی، چه در عراق چه در بقیه نقاط دنیای اسلام. در عراق دنباله‌ها و توفاله‌های رژیم صدام به همراه یک مشت انسان‌های غافل و جاهل و دور از فهم و بصیرت و معنویت دست به این جنایاتی می‌زنند که می‌شنوید و مشاهده می‌کنید. اسم این رو دشمنان می‌گذارن جنگ شیعه و سنی. مسئله جنگ شیعه و سنی نیست، اینها آرزوهای اونهاست. آرزوی اونها این است که جنگ مذهبی راه بیفتد. امروز جنگ شیعه و سنی وجود ندارد، جنگ تروریسم با مخالفین تروریسم است، جنگ دلبستگان به اهداف آمریکا و غرب با طرفداران استقلال ملت هاست، جنگ میان انسانیت و وحشیت و بربریت است.